بسم الله الرحمن الرحیم. امروز می خانم کجا را بخیر برهان الدین خان رایت کلیک کرد، در رایت کلیک پیست و پیست اسپیشال پیست و شارکت خواندم، دلت هم یک چیز دلت کردی. باز اگر می خواهی دلت نشو اند رو دلت بزن، مثلا میری مینی رو دلت میکنیم، چی میکنیم؟ دلت میزنیم. وقتی که دلت زدیم پس میم رایت کلیک، در رایت کلیک میم اندو دلت، وقتی اندو کردیم پس رو میم دوباره. بعد از اون میم دیجه بعد از اون پس شارکت در نیو هست، نیو هم خواندیم ما شما که شارکت با نیو فولدر چیز. امروز می خواهیم سکرین رزولوشن. اسکرین رزولوشن چه میکنه؟ اینمی صفحه تر خرد و کوچک میکنه، آل صفحه کوچک است. اگر بخوای که ایره کلان بکنی اینی اندازه شه، بیاد اینجا چی که ایره که ای قدر بگی، بعد از او بیا ایره اپلای کن. وقتی اپلای کردی اونو به او صفحه تبدیل میشه به او قدر. اگر میخواستی همی چنج همی تغییرات وارد شوه کپ چنج میزنی، اگر نمیخواستی با رورت بزن. رورت که زده پس والت سابقش تبدیل میشه. عزیز میرم چی؟ در اینجا پسی را به قدر میگیریم که بر ما کلان نمایش بده، اوکی که بعد از او اپلای میشه. در اینجا اگر موبایل ای اوتومات موبایل فرمت گرفته شده که به خاطر از اینکه او را ما چیده درایور چن استال کردیم، اگر بیای لندسکیپ بگیری به رقم نمایش میده، اینه بر افقی نمایش میده. اگر بیای پارترایت بگیری باز به استاده نمایش میده، بیایش اپلای کن آنه به رقم نمایش میده. بیا در اینجا کپ چنج بذار، پس از او چی میکنه؟ بعد اینی را اسکیپ بزن، بعد از او را چی میکنه؟ او امو کار رو نمیشه. بعد از او در اینجا دارم، از اینجا که بر آمده میرم پس چی؟ در رایت کلیک، در رایت کلیک میم گجت هم میخوانم. پیشتر ما در ویو خواندم که اینجا گفتم شو گجت، اگر بگیرم گجت میم. حالا اینجا میخوانم گجت چی هست؟ گجت پروگرام های جانبی است که در اینجا مثلا بر شما در اینجا دارم. در اینجا من میگم برای ما چرا نشان بده کارنسی نرخ اسعار را برای ما نمایش بده در اینجا، یا اینکه میخوایم آب و هوا را برای ما نمایش بده دبل کلیک میاد، و یا اینکه سلاید شو تصاویری که در مای کامپیوتر دارم برای ما سلاید شو یا آورده برا. اگر بخوای که امی بیا در رایت کلیک در ویو، در ویو بیا در اینجا ایر تک مارک کن. اگر تک مارک شو سکنه مناکم میشه. اگر پس بخوای ما میره بیایم بیا در شو گجت در اینجا در ویو، در ویو شو گجت تک مارک بکن، اینا میاد. صحیح شد؟ بعد از اون دیر از کجا میردم؟ از گجت میردم. میامدن در اینجا اگر اینجا برم اینجا چند دانه گجت دارم، هر کدام از دل خواهید بود امرو بیار. بعد از اون در اینجا دارم بیاد رایت کلیک کن، در رایت کلیک گجت، در گجت بیاد شو دیتیلز، در دیتیلز بالا هر کدام از کلیک کن دیتیلز شد در اینجا نشان میده، بالا از کلیک کن دیتیلز شد در اینجا نشان میده جزیاتش. دهی کلیک کو دنج جزئیاتش برات میگه. اگر های دیتیلز بگیرم بازو جزئیاتش گم میشه. اینا کلوز میکنه میره یاد گرفتیم. بعد از میرم در شیت پرسونالایز. د پرسونالایز شما چی میکنین؟ اینی بک‌گراند کامپیوتر تا نیم قسمت صفحه سیاه را که است اینا چی میکنه؟ تبدیل میکنه. دهی از این طریق میتونه شما تبدیل کنه. مثلا آل سیاه است بیا رایت کلیک کو بیا د پرسونالایز. د پرسونالایز بیا را کلان کو تا کلی مالون. مثلا میخوایم اینی را بگیرم، وقتی اینا بگیرم بک‌گراند اتومات تغییر میخوره، مثلا به رقم شد. اگر میخوای یک دیگه را بیاری بیا رایت کلیک کو بیا د پرسونالایز. د پرسونالایز بیا مثلا ایره بگی، وقتی ایره که گرفته تغییر میخوره اتومات دیجا تغییر میخوره، دینی تغییر خورد. و یا هم بیا د پرسونالایز یک شکل دیگه شه بگی، یا این شکل بگی نیچر را بگی، اوکی کو. د اینجا چی میشه؟ تغییرات میاد. اما یک چیز دیگه متفاوت تر دیگه است، مثلا ایجا ای دم ایره هر کدامش بنامه چی میگه؟ دم. صحیح شد؟ هر کدام از یاره دم میگه. این حال یک مدو نوه دیم داریم، یکی ایرو دیم داریم، یکی هم باسک دیم داریم. ایرو دیم اینایش هسته و باسک دیم اینیسته. مثلا من میخوایم باسک دیم بگیرم، ایره بگو اوکی کو، در اینجا پلیز وایت میگه در باسک دیم. این حال وقتی که چینج تغییرات که وارد شد، در اینجا میایم مثلا دیجه رو ببین این رقم شد. اما اگر میخوای به این رقم باشه ایره کلیک کو، در باسک دیم ایره اوکی کو. این حال برای تو ام چی؟ تمام پروگرام های تغییر خورده، مثلا تکس بر تغییر خورده، اینجا استارت منو تغییر خورد، پروگرام ها که باز میشه، ویندو ها تغییر خورد، بکگراند تغییر خورد، کل از از کجا میشه؟ از چین پرسونالایز، در پرسونالایز چی؟ در اینجا میم دبل کلیک میکنم تا یک کلان نمایش داده شد. در اینجا میم از طریق چی میشد؟ بسیک میشد. بسیک یعنی شکل ساده پروگرام بر تو چی میکنه؟ نمایش میده. در این قسمت، در قسمت دیگه ازی در اینجا در بعد از این مثلا ما میگم اکثرا استفاده میکنه از این قسمت استفاده میکنه، بیا از این قسمت ایره کلیک کن برای تو شکل دیزاین چیتا کمپیوتر تا و شکل دکستاپ تا برای تو تغییر میده. پس میم در پرسونالایز رایت کلیک میکنیم، پرسونالایز میم در پرسونالایز که آمدیم ایناله میم در اینجا. وقتی که شما بخواین ایره چی کنین؟
این تغییرات برن، تغییرات بیشتر از این از دستاپ بک‌گراند میرم. اما فعلا ما اینی چیزا را میخوانیم. پیشتر ما شما دیگه گفتم اینا را چی میگه به نام آیکون. حالا بر ما اینجا آیکون مای کامپیوتر وقتی کلیک کنیم ما را در مای کامپیوتر میبره. چی از اینجا بریم، چی از اینجا بیم در استارت مینو، در چی مای کامپیوتر او باز میشه. اما آسانترین راهش این است که اینمی آیکون دبل کلیک کنیم در مای کامپیوتر بره. اگر یه از طریق استارت مینو بریم وقت ما را بسیار بگیرم. و یا که مای نتورک پلاس، نتورک پلاس وقتی کلیک کنی ای پنجره بر تو ظاهر میشه. اما اگر میخوای که از طریق کامپیوتر بری باز اینجا را میزنی در چی نتورک پلاس هر دوش یک چیز باز میشه. این حال ما میخواییم که همین دوتا نباشه. این دوتا را از کجا میرم؟ میرم پرسنالایز. در پرسنالایز که رفتم چینج دستاپ آیکون را میزنم. چینج دستاپ آیکون را که زدم این دوتا میره. این دوتا تک مارک شده گیست. یکی ای است، یکی ای است، یکی هم ریسایکل بین است. یکی اینی بود، یکی اینی بود و یکی هم اینی بود. این حال ما میخواییم همین سه تا نباشه. همون سه تا چک مارک بوسه کردم. اپلای کنم. وقتی اپلای کردم سه تا گم شد. اگر بخوایم پاس بیا بیا دیگه سه تا را کلیک کو تگ مارک کو اپلای بزن او سه تا پاس بیا دیدی اون دو بالا اومد. اگر ما بخوایم یوزر فایل هم بگیرم بازی جا کلیک میکنم کنترل پینل هم بیا بازی جا کلیک میکنم اون او سه تا هم کنترل پینل اومد ام یوزر فایل اینی ری یوزر فایل میگه ام اومد. در اینجا بعد از ما دارم چطور میتونم امیر آیکونش تغییر بدم اینه میره. در اینجا بیا سر از کلیک وقتی کلیک کرده بیا چینج آیکون. در چینج آیکون بیا اینجا مثلا میگم که اینی رقم باشه. صحیح شد؟ یا اینی رقم باشه. اوکی کو. وقتی اوکی کردم اپلای کو. اون رو دیده اوجا تغییر خورد. اما ما میخواییم که اینی رم آیکونش تغییر بدم. امی کنترل پینل چرا نتورک پلاس هم آیکونش تغییر بدم. بیا در اینجا سر از کلیک کو بیا اینجا چینج دسکتاپ آیکون بگیم. من میگم که این رقم باشه. اوکی کو. اپلای کو. وقتی اپلای کرد او هم تغییر بخوره. دیدی این حال دیدی اون یک کس میگه که امی تغییرات بر تو آورده. تو چی تو جور میکنه کامپیوتر تا کسی دیگه باز میکنه. آیکون کامپیوتر تام تغییر داد. آیکون نتورک پلاس تام از دیگه چیزای تام ریسایکل بندم. چطور میتونی تغییر خود در بسازی جور کنه. بیا دا پرسونالایز. بیا دا پرسونالایز که امده چینج دستاپ آیکون. بیا دا چینج دستاپ آیکون اینا بیا دینیجه ببین که این تغییر خورده. وقتی که این تغییر خورده ای را چی میکنه ایجا بیا اینا ای را چی کو چینج دستاپ سر ازی کلیک کو سر ازی کمپیوتر کلیک کن چند چی بگه ریستور تو دیفولت بگه. وقت ریستور تو دیفولت گرفتی اپلای کن اوجا مو تغییر میخوره. و یا اینکه اینی را میخوایم جور کنیم پس به حالت سابقش بیارم. بیا در اینجا به حالت اصلی کمپیوتر شو بیارم. دایی بیا اوکی کو دایی بیا انتخاب کو. وقت انتخاب کنی بیا ریستور تو دیفولت بگه او تغییر میخوره. اپلای کو او هم از اینجا تغییر میخوره. صحیح شد؟ این حال ما ریسایکل بن داریم. اینی سطلقه که میگه این را بنام ریسایکل بن میگه. در اینجا شما هر چیزی که در کامپیوتر دلت میکنین در اینجا میگه. ما سوا از چی؟ از شف دلت. شف دلت که از مستقیم از کامپیوتر بیخی گم میشه. اما در اینجا حافظه کامپیوتر نمیمانه. اما این در حافظه موقتش میمانه. در اینجا حال ما دو حالت داریم. یکی حالت پری از ریسایکل بن داریم. یکی حالت خالی از این را داریم. این حال اینی حالت هم حالت پر میگه. در اینجا حالا ما میریم در چینج دستاپ آیکون. این حالا گفته که آلت پر را شد به اینی رقم نمایش بده، آلت خالی شد به این رقم نمایش بده. آلت پر را داخلش کاغذکا است، آلت خالیش کاغذکا نیست. این حالا ما میخواییم که اینمی آلت پر را شد میگم نه به یک شکل دیگه باشه. بیا در اینجا من میگم آلت پر را شد به اینی شکل باشه. اوکی که وقتی اپلای کردی آن آلت پر را شد در اینجا به این شکل شد. این حالا اگر من رایت کلیک امپیتی کنم آلت خالیش به این شکل میاد. آن آلت خالیش به این شکل آمد. اینه به این شکل آمد. حالا ما میخواییم نه آلت خالیش هم به شکلش تغییر بدم. بیا در اینجا در اینجا من میگم حالت خالیش به عنوان به قسم تلفن بیا. اون اونجا حالت خالیش آمد. این حالا من یک چیز داخل از دلت کنم موتومات تغییر میخوره. اون دیدی حالت پر به خاطر گرفت. اگر بیا میره خالی کنم امپیتی کنم امپیتی که شد این حالت خالی رو برخود میگیره. این حالا ما میخواییم که میاد تغییر بخوره به شکل آخرش. یک نفر آمده کامپیوتر تا رو دست زده همین چیز تبدیل کرده. وقتی میره خالی میکنه به این رقم میاد. وقتی پر باشه وقتی که پر باشه به دیگر رقم میاد. به این رقم میاد. این چطور جور میکنه؟ پس بیا رایت کلیک کن در پرسونالایز بیا. وقتی پرسونالایز که آمده چینج دستاپ آیکون در چینج دستاپ آیکون این را بگیر ریستور تو دیفولت. صحیح شد؟ وقتی ریستور تو دیفولت گرفتی جور میشه. آلت خالی اینا را خالی کنیم امپیتی کنیم آلت خالیش جور نیست. این چطور میکنه؟ بیا انتخاب کن در اینجا بیا ریستور تو دیفولت بزن و اپلای کن اوکی کن این میشه تغییر میخواد. امروز درس دم قدر بس است. برای روزهای بعدی بخیر با بیشتر از این میخوانیم. سوال داری؟ نه خیلی. خب سوال درسایت گوش کن. اگر سوال پیدا شد باز